حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران از رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داده. او سه دوره پیاپی یعنی حدود 24 سال عضو این مجلس بوده. آقای روحانی در بیانیه‌ای گفته که اقلیتی تمامیت‌خواه رویکرد حذفی در پیش گرفتند و از شورای نگهبان خواسته دلایل رد صلاحیتش را اعلام کنه. انتخابات خبرگان قرار ماه آینده در روز 11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. جزئیات بیشتر در گزارش فرنوش امیرشاهی. انقلاب مال همه ملت ایرانه. نظام جمهوری اسلامی ایران مال همه ملت ایرانه. امروز مشخص شد که ظاهراً او دیگر سهم چندانی از این نظام ندارد. فقهای شورای نگهبان صلاحیتش را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کردند. این بیانیه حسن روحانی در اعتراض به رد صلاحیتش. اینک حجت تمام شده و شاهدی روشن و غیر قابل انکار بر رویکرد حذف‌گرایانه و ضد قانون اساسی جریان اقلیت تمامیت‌خواه حاکم پیش چشم ملت آشکار شده. اگر نیت جانبدارانه سیاسی ندارید و از ترس رأی‌آوری من خود دست به کار حذف پیشاپیش نشده اید، چرا دلایل رد صلاحیت مرا با مردم در میان نمی‌گذارید؟ این خبری بود که مخالفانش از ماه‌ها قبل منتظرش بودند، حتی در برنامه‌های تلویزیونی. صاحب تئوری این که منتقدین برن به جهنم بی شناسنامه ها، بی سواد ها، بی کار ها در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردن. من همینو فقط بگم عبور کنم، انشاءالله شورای نگهبان به اون وظیفه اصلیش خیلی درست عمل میکنه. او احتمالاً همان روزی که برای انتخابات خبرگان ثبت نام کرد میدانست که شرایط چندان برایش مهیا نیست. این اظهاراتش بعد از ثبت نام. برای چی میخوای بری ثبت نام کنی؟ مگه تو امیدی داری؟ خب بله، یعنی خیلی سخته، خیلی سخته. و من اولین بار میبینم اقلیت حاکم با اکثریت مردم نظر واحد دارن. این اولین باره. اقلیت حاکم میخواد انتخابات خلوت باشه، کسی نره پای صندوق، اکثریت مردم هم نمیخوان برن پای صندوق. این هم فکر میکنن. رئیس جمهوری سابق تحلیلش این بود که نظام به دنبال خالص سازی است. بقای ما در خلوتی صندوق، صندوق شلوغ بشه ما نیستیم. یعنی کاملا به این نتیجه رسیدن. خالص سازی پروژه است که به ویژه بعد از اعتراض‌های سراسری سال 98 با جدیت دنبال شد. امروز ما به یه مرحله خالص سازی از انقلاب رسیدیم و یقینا هم موفق میشیم. با اینکه حکومت در یک دست کردن نهادهای قدرت موفق شده، اما نارضایتی گسترده تر از همیشه است و حکومت نگران مشروعیتش. کار به جایی رسیده که رهبر جمهوری اسلامی کسانی را که قصد تحریم انتخابات دارند تهدید کرده. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. حسن روحانی سالها مناسب امنیتی و سیاسی حساس را به عهده داشت. نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی بود. او 8 سال رئیس جمهوری ایران، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی، بیش از 20 سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 23 سال عضو مجلس خبرگان رهبری بوده. حالا ظاهراً به سرنوشتی شبیه اکبر هاشمی رفسنجانی گرفتار شده. در آخرین تغییرات مجمع تشخیص مصلحت هم از این نهاد کنار گذاشته شد. من در هر دو به صورت مستقل ثبت نام کردم. به جز او، محمود علوی وزیر اطلاعات دولتش و مصطفی پور محمدی وزیر کشور دولت دوم محمود احمدی نژاد و در مقاطعی جانشین و معاون وزیر اطلاعات رد صلاحیت شدند. حذف 3 تن از امنیتی ترین دستاندرکاران نظام، نشانی از حذف منتقدان درون نظام و چینش مهرهای معتمد در خبرگان رهبری برای تعیین 3 رهبر جمهوری اسلامی. در شرایطی که نظرسنجی ها از بی‌رغبتی مردم به انتخابات حکایت دارد، حتی کمتر از سال 98. چرا هر کس در 98 کوچکترین نسبتی، کوچکترین حمایتی از دولت کرد، او رو رد صلاحیت کردید؟
اما او نارضایتی مردم از عملکرد دولت خودش را در بروز شرایط سیاسی فعلی نادیده می‌گیرد. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. در این مورد دو مهمان داریم و بحثی امشب خواهیم داشت. دارچو محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی، اینجا با من هست و نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن به ما پیوسته. هر دو مهمان خوش آمدید به برنامه. آقای محمدپور، یک بیانیه ای آقای روحانی یا پاسخی داد بعد از این به خبر رد صلاحیتش در مجلس خبرگان و در انتخابات مجلس خبرگان. اونجا گفت که اقلیت حاکم خواستار کاهش حضور مردم هستند. آیا واقعا دلیل رد صلاحیت روحانی این هست؟ ببینید، آقای روحانی یه پاسخی از شورای نگهبان گرفته که در واقع همون پاسخی است که در بیانیه خود آقای روحانی هست. شورای نگهبان حجت رو بر حسن روحانی تمام کرد. این اتفاقی است که افتاده. اولا که این اتفاقا چیز تازه‌ای نیست، مال یه سال دو سال گذشته هم نیست، مربوط به نمیدونم دوره آقای روحانی نیست، از قبل از این هم اتفاق افتاده و خیلی سابقه دار و دامنه داره. در نتیجه این بیانیه آقای روحانی که ظاهرا یه چیز خیلی تعجب آمیزی، چیز عجیب غریبی نیست، منتها حالا چون رسیده این تیغ داره گردن خود آقای روحانی رو میبره و دقیقاً همون اتفاقی است که برای آقای هاشمی افتاده. ایشون داره میگه آقا اقلیت دارن این کارو میکنن، ولی شما خودتون رو بذارید جای آقای خامنه ای یا خودتون رو بذارید جای این شورای نگهبان. از سال 84 آقای خامنه ای هر هزینه ای کرده برای اینکه این نظام رو خالص کنه، یک دست کنه، کارگزارانی داشته باشه که گوش به فرمان باشن و اخلال نکنن در کارش. چرا بعد از این همه هزینه دادن یه آقای مثل حسن روحانی که به معنی دقیق کلمه موی دماغ سیاست‌های آقای خامنه‌ایه، سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامیه، باید دوباره بیاد وارد این گردونه بشه؟ خوش آدم عاقل این کارو نمی‌کنه. ببین، ما از منظر اخلاقی نگاه نمی‌کنیم، ما به قانون اساسی هم کار نداریم. هیچ شکی وجود نداره که تمام اینها نقض قانون اساسیه. یعنی از همین چیزی که آقای خامنه‌ای میگن همه باید در انتخابات شرکت کنن، بزرگترین مانع مشارکت مردمی در انتخابات خود آقای خامنه‌ایه. یه بخشی از همینایی که آقای روحانی بهشون میگه اقلیت حاکم این حرفا، اینا خودشون دارن میزنن زیر انتخابات، چون دقیقاً مشارکت رو دارن از بین میبرن و بی‌معنا میکنن. ولی سوال اینه که آقای خامنه‌ای چرا باید این کارو بکنه؟ بعد از این همه هزینه دادن هیچ منطقی براش نداره که راه رو باز کنه، به خاطر اینکه مشارکت سیاسی معنادار و اثرگذاری که بتواند اهرم‌های قدرت رو در جمهوری اسلامی جابجا کند وجود نداره، از موضوعیت افتاده و آقای خامنه‌ای تمام هم و غمش رو صرف این کرده که دیگه مجالی نده که آراء مخالف، آراء معترض، آرایی که بتونه تصمیم‌های ایشون رو جابجا کنه مجال حضور پیدا کنه. دیگه تمام شده. و به این معنی اونطور که شما میگین، بنابراین براش اهمیتی هم نخواهد داشت که چه تعدادی به پای صندوق‌های رأی برند یا نرند. یعنی اونم از موضوعیتش خارج شده. ببینیم نظر آقای بهرامی رو هم بشنویم. بله، من هم این نکاتی رو که آقای محمدپور گفتن واقعا تایید میکنم. منتها یک مسئله و یک موضوعی فراتر از بحث فقط رهبری هستش و اینکه در این دوره ممکنه، در این دوره از مجلس خبرگان ممکنه رهبر سوم جمهوری اسلامی انتخاب بشه. این مسئله طبیعتاً قضیه رو حساس‌تر کرده، ولی بخش کوچیکی از موضوع رو به خودش اختصاص میده. مسئله اینه که از نظر آقای خامنه‌ای به عنوان واقعا یک دیکتاتور باهوش، اینجوری باید خطاب کرد، از نظر ایشون مدیران اجرایی که در دوره‌های قبلی در سیستم مدیریتی یا امنیتی جمهوری اسلامی مشارکت داشتن، خب اینها دنیا دیده هستن، اینها تجربیات گذشته پیش روشونه، اینها در مواجهه با مردم مسائل جدیدی وارد چارچوب‌های ذهنیشون شده، اینها در مواجهه با جامعه جهانی در برحال حضورهای دیپلماتیکشون و تجدید نظرخواه هستن. اینها از نظر آقای خامنه‌ای همون کسانی هستن که ممکنه زمینه رو برای ورود نیروهای تجدید نظرخواه، اصلاح طلب و در نهایت استحاله نظام هموار کنن. همون چیزی که ایشون در بیش از 30 سال حکومت خودش و رهبری خودش همواره از این ترسیده و نگران بوده. شما همین مسئله رو بذارید در کنار اون تئوری ها و ایده های کلانی که شخص خامنه‌ای در این 30 سال پیگیر بوده، مثلا یکیش
موضوع نفوذ بود، یکیش موضوع انقلابی ماندن، همون تزهایی که به نوعی در دوران استالین و در حکومت اتحاد جماهیر شوروی با جدیت تمام پیگیری میشد و به نظر من آقای خامنه ای هم همون رویه رو در چارچوب ذهنی خودش به هر حال تثبیت کرده و پیگیری میکنه. اینه که ما میبینیم همون زمانی هم که آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 همین شخص آقای روحانی تایید شد، در واقع دلیل تاییدش این بود که امید شخص خامنه‌ای و شورای نگهبان این بود که در کنار محمد رضا عارف رأی ها بشکنه و هم نظام یک به هر حال لطفی کرده باشه در حق این طیف و همین که ایشون به کرسی ریاست جمهوری نرسه، که خب آرای مردم با اون کنار رفتن عارف معادلات خامنه‌ای رو به هم زد. و الا حتی کسانی مثل ناطق نوری، لاریجانی ها که یک زمانی نسل ما در دوم خرداد 76 یک جبهه سیاه و سفید حق و باطلی رو تو ذهنمون ترسیم کرده بودیم که مثلا ناطق نوری در جبهه شر هست، همون ناطق نوری هم الان جز محذوفان و دگراندیشان جمهوری اسلامی حساب میشه. آقای خامنه ای مدام دنبال پوست اندازی هست و اینکه از نیروهای قبلی هیچ کدوم رو اجازه نده که احیا بشن. چیزی که به اسم خالص سازی هم در ادبیات امروز حاکمیت در ایران بسیار در موردش میشنویم و ظاهرا نزدیکان به حکومت هم خودشون با افتخار این رو اعلام میکنن که به دنبال خالص سازی هستن. به هر حال آقای محمدپور، بیانیه حسن روحانی رو وقتی میخونیم او در عین حال اما معتقده که باید رأی داد، اما میگه باید راهی پیدا بشه که رأی اعتراضیمون رو ما بتونیم، رأی اعتراضی رو راهی برای اعلامش بشه. چه چیزی در سر داره آقای روحانی؟ ببینید، رأی اعتراضی قبلا انجام شده، آزمایش شده تو دورهای قبلی، تو دورهی که خاتمی یه بار این حرف رو زد، تو لیست هایی که اصلاح طلبان بسته بودن. مراد آقای روحانی اگه اینه، این بازی باخته یه پیشاپیش، به خاطری که اون مشارکت وجود خارجی نداره دیگه. یعنی به فرض هم که وجود خارجی داشت، از این طریق نمیشه این کار انجام داد. اون جایی که مردم مشارکت میکنن و اعلام نظر میکنن و اعلام مخالفت میکنن، اون جایی که مردم میرن میگن زن زندگی آزادی، اون جایی که مردم میگن نه به اعدام، اون جایی که تو تک تک کجروی های حکومت میتونن نشون بدن که آقا ما با شما موافق نیستیم. مشارکت میخواهید ببینید، یه نمونه خیلی ساده داره دیگه. تو دوره آقای خاتمی یکی از اتفاقای بحرانهای بزرگ دوره آقای خاتمی قتلای زنجیره‌ای بود. آقای خاتمی ایستاد، ماجرا رو کشون به هر جایی که میتونست تا بالاخره یه بخشی از این عاملان و آمران رو معرفی کنه. نتیجه شد خودکشی سعید امامی، حالا خودکشی یا کشتنش هر چیزی. تو دوره آقای روحانی چیز مشابهی اتفاق افتاد، اونم ماجرای هواپیمای اوکراینی بود. به کجا رسیده این پرونده؟ کاملا مسکوت گذاشته شده. منتها نکته اینه که آقای خامنه ای برخلاف اون تصور، آقای روحانی در واقع آرزوهای خودش رو به شکل واقعیت بیان میکنه. اون ور ماجرا اینه که آقای خامنه ای دست آقای روحانی رو خونده. آقای روحانی منتظر فرصتیه که در بعد از جانشینی ایشون ایفای نقش کنه و آقای خامنه ای نمیخواد سکان این نظام رو بده دست حسن روحانی. حالا شما میگید رأی اعتراضی بدید، مخاطب شما کیه؟ مخاطب شما این مردمی که در دوره دوم ریاست جمهوری خود شما پشت به شما کردن، بعد اون بحران بنزین و بعد اون کشتارهایی که در دوره دوم آقای روحانی اتفاق افتاد، باز دوباره به همین مردم میتونید بگید بیاد رأی اعتراضی بدید؟ این سخن اینجا شنیده نمیشه. اون عده‌ای که شرکت در انتخابات میکنن و مشارکت دارن، مجموعش سرجمش به نفع همون چیزی میشه که آقای خامنه‌ای میگه. چون آقای خامنه‌ای وقتی میگه شما در انتخابات شرکت کنید، مقصودشون این نیست که بتونن این مسیر انتخابات رو عوض کنن، مقصودشون اینه که شما در همین شاهرهایی که من برای شما مشخص کردم بیاید رأی بدید و همین کسانی که تایید صلاحیت کردن، همینایی که ما داریم میگیم. حالا فردا آقای روحانی ممکنه تایید صلاحیت هم بشه، ولی چیکار میخواد بکنه؟ یعنی شما مثلا آقای پزشکیان مثلا میخواد بره تو مجلس، چه تغییری میخواد ایجاد بکنه؟ یعنی شما میتونید رای دور نمیخوایم بریم دیگه، تو کدومی که از این نهادها شما مثلا میتونید برای همین ماجرای پرونده هواپیمای اوکراینی یه نفر عامل یا عامل رو معرفی کنید و بگید آقا این مجازات شد بر اساس قانون؟ ردیف اولش کجاست الان؟ چیز خنده‌داریه دیگه، جوکه دیگه. اصلا شما دستگاه قضایی ندید. آقا این دیروز اتفاق افتاده، محمد قبادلو کشته شده برخلاف تمام موازین فعلی جمهوری اسلامی و نظام حقوقیش، هیچ کی صداش در نمیاد. و آقای روحانی درست روز بعد از این اتفاق که تمام این مبانی حقوقی و حقوق ملت و حقوق قانونی کشور داره زیر سوال میره، میگه بیاید رأی اعتراضی بدید.
خب این حرف کی میشنوه غیر از خودش و یه عده احتمالاً اصلاح طلب؟ کسی این حرف نخواهد شنید. آقای برامی، همیشه به هر حال حاکمیت در ایران به نوعی در مورد درخواستش از اینکه اکثریت شرکت بکنن در انتخابات، با این اوضاع و با این شرایط به هر حال به نظر میرسه که همین اونها هم دست کم دیگه نگرانی در مورد کاهش این، در صحبت روحانی هم هست، میگه نگرانی نداره اون که کاهش پیدا بکنه حضور مردم. این موضوع حضور مردم به نظر من یک موضوع تاریخی شده. جمهوری اسلامی در در سالهای اخیر واقعا نگران تعداد شرکت کننده ها در انتخابات نیست، کما اینکه در انتخابات گذشته هم ما دیدیم یک آمارسازی اینها میکنن یا آمارها رو انقدر منتشر نمیکنن که به هر حال آبها از آسیاب بیفته، حساسیت افکار عمومی از بین بره. و همونطوری که شما هم اشاره کردید، واقعا همین تعداد معدودی از هواداران خود جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای شرکت کنن و نگاه خود سران جمهوری اسلامی هم همون حضور خیابانی مثل روز قدس، مثل روز 22 بهمن، یک جور تجدید میثاق، یک جور تجدید بیعت از انتخابات انتظار دارن، نه بیشتر. و مخصوصا اینکه این جریان روحانی و جریان نمیدونم علوی، اینها کسانی هستن که آقای خامنه ای به شدت از این جریان دل پرخونی داره. اینها مثلا در دورانی که خود روحانی رئیس جمهور بود یک جدال‌های فرهنگی و تبلیغاتی خیلی شدیدی بین اینا و آقای خامنه ای چه در موضوعاتی مثل سند بی سی، آموزش زبان انگلیسی، ارتباط با نهادهای مالی بین المللی، خلاصه در تمام اون موضوعات کلان ارتباط آقای خامنه ای و روحانی شکراب بود، همونطوری که ارتباط ایشون با هاشمی رفسنجانی بود. ولی بحثی نیست که اگر اینها بیان تحولی برای مردم به وجود میاد. اتفاقا از دید مردمی که از جمهوری اسلامی عبور کردن، خواهان براندازی این حکومت هستن، شاید همین روند روند بهتریه که چهره عریان نظام رو نشون میده. لابی‌های نظام در خارج از کشور و در به هر حال رسانه‌های بین‌المللی رو از بین میبره و به نوعی به سرنگونی جمهوری اسلامی شاید کمک بیشتری بکنه. اما از منظر کسی که دل در گروه جمهوری اسلامی داره، واقعیت اینه که تیم حسن روحانی، بقایای هاشمی رفسنجانی یا قسم گوشه هایی از اون بدنه اصلاح طلب، خب اینها میتونن وضعیت اقتصادی رو بهتر کنن، بیشتر به قانون اساسی جمهوری اسلامی برمیگردن و شاید دل عده ای از مردم رو هم به دست بیارن امکانات در اون اتفاقات اقتصادی که هست. اما از دید اکثریت قریب به اتفاق مردم، واقعا اینها کسانی هستن که باز هم میخوان برگردن و جمهوری اسلامی رو بزک کنن و خود خامنه‌ای هم به خاطر ترس از استحاله این اجازه رو به اینها نمیده، چون این جدالی هستش. وقت زیادی نداریم آقای محمدپور، خیلی ها هستن که به هر حال معتقدن که راه تغییر از طریق صندوق و به هر حال فراتر از اون نمیشه، صندوق رأی و اینجور چیزا. اگه قرار باشه که اون هم کلا برداشته بشه، چه راه حلی برای اونهایی که راه حل مسالمت آمیزی برای تغییر میخوان؟ ببین این صورت بندی که ما یا باید بریم سراغ انتخابات یا باید بریم سراغ انقلاب یا براندازی، اصلا صورت بندی کاذبی است. ما همچین دوگانه ای نداریم. هزار یک راه وجود داره برای تغییراتی که در کشور ممکنه انجام بشه، کما اینکه یه بخشی از این، مثل این حرفی که آقای موسوی میگفت که آقا امید راه زندگی مردمه و مردم خونه های خودشون رو قبله میکنن، مردم دارن زندگیشون رو میکنن، راه خودشون رو میرن، تصمیم خودشون رو گرفتن. حالا اینی که این نظام میخوان ساقطش کنن، میخوان دگرگونش کنن، میخوان از درون استحاله بشه، این ربطی به این نداره که شما یا باید از طریق انتخاباتی رو انجام بدید یا از طریق براندازی یا حمله نظامی یا تحریم. این حرفا، اون راه سوم راهی که دست مردمه، دست جامعه مدنیه و جامعه مدنی خواهی نخواهی راه خودشو میره، کما اینکه رفته. شما یه نسل جوانی تو این مملکت دارید که اینها در اصلا در دوره من و شما حتی نبودن، اینا بعد از دوره آقای خاتمی تو دوره احمدی نژاد به دنیا اومدن و اینا الان دارن یه جوری زندگی میکنن که اصلا کاری نداره به این نظام، نه منظومه ارزشیشون، فکریشون، ایدئولوژیکشون، هیچ چیزشون شبیه به این نظام نیست. یعنی شما یه لایه نازکی از قدرت دارید روی یه نظامی که در درون به هیچ کدوم از این چیزها پایبند نیست، نه به دینش، نه به اصول این انقلابش. اصلا خود اونایی که در متن این انقلاب بودن و تندرو بودن الان با خودشون فکر میکنن که ما چرا آدمای کله خشکی بودیم. این دگرگونی داره تو جامعه مدنی رخ میده. با صندوق رأی شما نمیتونید دور، صندوق رأی که حیثیتش از بین رفته، اعتبارش از بین رفته و آقای خامنه‌ای رسما با مکانیزمایی که گذاشته توش چنگ و دندون این صندوق رأی کشیده. بذارید نظر آقای برنامه‌ای رو هم در همین مورد بشنویم.
جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری سکولاری نیست که همونطور که ایشون اشاره میکنن، یعنی برخلاف واقعیت جامعه ایران که مردم مشغول کار روزمره و زندگی روزمره شون هستن، کاری به حکومت ندارن. نه خیر، به نظر من جمهوری اسلامی تنها راهی که برای مردم مونده براندازی این حکومته، و اتفاقا این حکومت توتالیتره که میره سراغ مردم. مردم بله، عده‌ای میخوان سیاسی نباشن و زندگیشون رو بکنن، اما کدوم عرصه از گزند جمهوری اسلامی محفوظ مونده؟ نه حوزه اجتماعی، نه ورزش، نه فرهنگ، نه ادبیات، نه موسیقی. جمهوری اسلامی واقعا حکومتی هستش که به هر حال زوایای خلوت مردم، به حریم خصوصیشون هم تجاوز میکنه. کسان جمعیت زیادی از کسانی که کشته شدن در خیابونا کسانی بودن که اتفاقا سیاسی نبودن، برای یک زندگی نرمال به خیابون اومدن. این که واقعا هیچ راهی، اگر اصلاحات بود که جواب نداد و همه متوجه شدن. غیر از این مسئله دیگه باید به هر حال بحث عبور از این نظام به هر حال هدف برسه و مردم به هدفشون برسن که به یک زندگی نرمالی دست پیدا کنن. ممنونم. متاسفانه وقت بیشتری نداریم، ولی میدونم این بحثی است که به هر حال در طول چند هفته آینده بارها ممکنه که پیش بیاد. فرصت هست که بعدتر با هم دوباره صحبت بکنیم. نجات برهامی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی با ما و اینجا در استودیو داریش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی.